سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال روزانمون با هم میپردازیم به انرژی پنجشنبه 3 آذر. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان دل، و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یارانی که هستین در کنارم. چند سخنی داشتم با شما، اگر که اونایی که عجله دارن میتونم بذارم روی اون دکمه برن جلوتر، و اونایی که دوست دارم به حرفای من گوش بدن. اولا دوستان، فالهای ماهانه آماده شدن که اوکلی و عمومی باشه برای آذر ماه، و یا فالهای احساسی. دوستان، یک نقصهایی در این فالها بود. به طور مثال برای شش برج نیمه اول سال، خرداد آخر از همه گرفتم. بعد در اون ماهای نیمه شش برج نیمه اول سال، به جایی که بگم ماه آبان گفتم ماه مهر. من از شما معذرت میخوام و اینکه منو ببخشید. چیز خاصی نیست، مسائل بسیار مشکلتر و بغرنجتر از این چیزها توی زندگی ها وجود داره، در حال حاضر همتون شاهدش هستید. من 7 ساعت برای گرفتن فالهای کلی و عمومی و کار فالهای احساسی گذاشتم. خیلی خسته هستم دوستان، بسیار خسته هستم از این موضوع. این خستگی در تن من میمونه وقتی که ایرادها و بهانه های مختلفی میگیرن. انگار که یک سری از عزیزان هستن تنها مشکلشون الان در زندگی این هستش که چرا خرداد آخر اول نیست، چرا آذر اول خوندم دوم نخوندم، و به این صورت هستش. بیایم با هم دیگه مهربان بشیم دوستان. خب من با تمام وجود در خدمت شما هستم عزیزان دل، ولی ظالم پروری نمی کنم. این از این. دومی که سخن من با یک سری از افراد یاوگو هست که میان و میخوان همه چیزو به هم بزنن و نمیدونم فحاشی میکنن، که من نمیذارم این مثال روی در کامنت ها باقی بمونه، خدا رو شکر. و اینکه اون افراد رو بلاکشون میکنم. اینکه نقشه ایران رو که روی کاور گذاشتم چرا کامل نیستش، من تجدید طلب هستم فلان اینا. اولا دوستان توجه کنین، بعدش با یک عالمه ناسزاهای دیگه پشت سرش مدام الان این روزا داره به سراغ من میاد. توجه کنین عزیزان دل، اونایی که با یوتیوب آشنایی دارن، این هستش که وقتی که شما کاور میسازین برای یوتیوب، کاورتون باید 16:9 باشه. خب و وقتی که 16:9 رو میسازین، تمام اون تصویر شما نمیتونه در کاور باشه، یه وقتی این ور اون ورش ازش زده میشه. پس بنابراین نقشه ایران توی اون جاب خیلی بزرگ بود، از این ور اون ورش زده شد. این از این. تو اومده تجدید طلبی به من زدن، واقعا منو ناراحت میکنه، چون من اصلا نسبم از جنوب شرقی ایران شروع میشه و به سمت جنوب غربی ایران میره. من هم بلوچ هستم، هم قشقایی هستم، هم بندرعباسی هستم و هم خوزستانی هستم دوستان. پس این از این. امیدوارم که این مسائل برای همه جا افتاده باشه. ببخشید من رو، یه مقدار خسته هستم و وقتی خسته هستم یک سری از حرفای زور رو نمیتونم بپذیرم و مجبور هستم در موردشون صحبت کنم، چون قولی که به خودم دادم این هستش که من ظالم پرور نیستم. خب بریم ببینیم چه خبر است در فال شما، و اولین کارتی که بیانگر انرژی شما، هیجانات شما برای پنجشنبه هست دوستان چه خبر است. امیدوارم که در هر کجا که هستین در امنیت و سلامت باشین دوستان. خب حرف از ببینید، مسئله که حال شما رو بد کرده، دل شما رو زده، دقیقا همین حالتی که الان من دارم که دارم با تو صحبت میکنم. یک سری هستش دل آدم رو میزنه، شکرم خیلی آدم توی یه چیزی بریزیم دل آدم رو میزنه. یک حالت میبینیم حالم بد میشه این مسئله رو که میبینم یا این مسئله رو میشنوم دوستان. خب بریم ببینیم که کارت های بعدی چی میگن. خب کارت بعدی دوستان حرف از به حاجت رسیدن براتون میزنه. یک مسئله بسیار خوبی داره سراغتون میاد عزیزان دل که حالتون رو خوب میکنه. این روزا همه ما و پشت این ببینید، به به بسیار زیبا، یک چارچوب مستحکم، یک شادی، یک
مثلا بسیار خوبی که مدت‌ها باقی خواهد ماند. ببینید دوستان، چیزی که حال دلمون رو خوب خواهد کرد. عزیزان دل توجه کنید، ما هممون این روزا احتیاج رو به این داریم که یک مسئله خوبی اتفاق بیفته و حال دلمون از این حالتایی که درون هستیم واقعا در بیاد. عزیزان دل، خب بریم ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگه دوستان. دو تا کارت افتاد. ببین یک سریاتون در یک عزلتی هستین و انگار احساس میکنم که در حال حاضر فکر میکنین که اون روشنی من جای کارت ها رو عوض کنم، چون معمولا اینا اینجا هستن، به خاطر همین هستش که پس و پیش میافتن. پس یک مدتی ببین فکر میکنی یعنی امیدی وجود نداره، مجبور هستم که در رو خودم ببندم و اینکه در یک عزلتی باشم، در بندی باشم، ولی برای شما به حاجت رسیدن اینجا دارم میبینم دوستان. پس بسیار خوب، ببینیم کارت دیگه بهتون چی میگن دوستان. دو تا کارت افتاد براتون. ببینید مسئله خیلی سختی رو که پشت سر گذاشتم و این کارت حرف از پیروزی میزنه برای من. تغییراتی که در راه هستن بعد از این دوره‌ای که حال من بد بوده، حالت تهوع داشتم نسبت به یک مسئله که واقعا حال فکر کنم 99% ما اینجوری هستش و اینکه احتیاج داریم به مسئله‌ای که بیاد حالمون رو خوب کنه و این تغییرات در راه هستن و به حالت رسیدن برای شما دارم میبرم. مسئله هست اجتناب ناپذیر دوستان. خب ببینیم کارت بعدی، آخرین کارت. کارت بعدی دوستان حرف از ببینیم شکوفا شدن و فراوانی میزنیم توی زندگیتون. بسیار زیبا، همه چیز داره به خوبی و خوشی داره جلو میره و اینکه دلو به دریا میزنین، ریسک میکنین و تغییرات باز در راه هستن. بسیار عالی و خوب. الان بریم ببینیم با هم دیگه دوستان در کارت ها در ابعاد مختلف زندگی شما چه خبر هست. در سر شما چه میگذرد دوستان؟ در سرتون حالت دفاعی دارین. از حقوقم دفاع میکنم، از شرافتم دفاع میکنم، ریسک میکنم، حرکت میکنم، یک با یک قدم جلوتر میذارم. خب ببینیم که کارت بعدی در مورد مسائل احساسی دوستان، چارچوب مستحکم افتاده، ثبات براتون افتاده، شادی افتاده. ببین مسئله که یک مسئله کوچیکی ممکن هستش که در زندگی احساسیتون اتفاق بیفته که حال شما رو خوب کنه. برای یک سری از افراد عزیزان دل حرف از فرزنددار شدن هم ممکن هست باشه. خب و ببینیم که کارت بعدی مسئله هستش که یواش داره جلو میره ولی داره جلو میره. در مورد مسائل کاری اینجا دارم برای شما دوستان قدرتمند شدن شما رو میبینم، مسئولیت پذیری شما رو در دامنه کاری میبینم، در دامنه مالی عزیزان دل دارم میبینم اینجا که مو رو از ماست میکشین، نگاهی 360 درجه دارین، میخواین یک تعادل در زندگی مالی خودتون به وجود بیارین و در زندگی اجتماعیتون عزیزان دل دو تا کارت براتون افتاد. ببینید اینجا دارم میبینم که راه جدیدی رو شروع میکنین، انگیزه این رو دارم که راهی رو که شروع کردم برم و به پیروزی برسم. دارم میبینم یک سری درگیری افتاده براتون اینجا، دارم میجنگم با خودم، حالا سر جنگ دارم با دیگران، سر جنگ دارم و اینکه دارم میبینم اینجا پشت سر میبینم یک سری از شما عزیزان دل ببین حالتون آنچنان خوب نیستش که کاملا طبیعی هست در دامنه اجتماعی این روزا برای اکثریت ما. و بریم ببینیم که در دامنه چالش شما چه خبر هست دوستان. چالش شما این هستش که همکاری کنین، متحد باشین، همکاری کنین و اینکه بسازین و درست بسازین و انرژی کامل رو داشته باشین که بخواین جلو برین و پیشرفت کنین و به چیزی کمکتون میکنه. کائنات در کنارتون هستن. ببین افرادی که دور و برتون هستن اتحاد کمک میکنه دوستان و اینجا دارم میبینم که ببین یک سری ها هستن که مواظب هستین، اطلاعاتی از این ور اون ور دریافت میکنین و حرکت شما دارم میبینم که باعث میشه که کمکتون کنه دوستان. به چه سمتی میرین عزیزان دل؟ به سمتی که میریم به سمت ببین بسیار زیبا، زندگیتون رو دستتون میگیرین، قدرتمندیتون رو دارم میبینم و واقعا کیمیاگر زندگیتون هستین دوستان. قدرت اونو دارین که زندگیتون رو دستتون بگیرین و آنچه را که برای بنا کردن چیزی مستحکم ببینین اینجا و اینکه آنچه را که دستتون میگیرین به موفقیت برسونین. خب عزیزان دل، من توضیح کوتاهی در مورد کارت ها میدم و بعد میرم سراغ کارت های دیگه.
توجه کنید یک حالتی داریم که یک سری از شما دوستان این چنان حالم از یک مسئله داره به هم میخوره، یه همچون حالتی هستش و اینکه دارم میگم در رو خودتون بستین، احساس میکنین امید ندارین، ولی دقیقاً کارت‌های دیگه میان تمام این تابلو رو عوض میکنن. به حاجت روایی براتون افتاده، موفقیت بعد از یک گذشت یک مسئله سخت دارم براتون میبینم. اینجا تغییر تحولی که در راه هستش و تغییر تحولی هستش دوستان که آنچنان من فکر نمی کنم سریع باشه، ولی در راه هستش و شکوفایی که به همراه خواهد آورد برای شما. در سر شما دوستان به فکر یک از حق و حقوق خودتون دفاع میکنین، حالت دفاعی دارین، مبارزه میکنم و اینکه در دامنه احساسی عزیزان دل دارم میبینم که اون چارچوبی که باید داره سراغتون میاد، مسئله داره یواش یواش کم 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 در زندگی احساسیتونش فرم میگیره. در دامنه کاری دوستان مسئولیت پذیریتون رو دارم میبینم اینجا و اینکه موفقیتتون هم همچنین. در دامنه مالی هم به همین صورت مو رو از ماست میکشین. نگاهی 360 درجه دارم، اون تجربه تلخی دارم پس دقت میکنم. در دامنه اجتماعی راه جدیدی رو با انگیزه شروع میکنم و اینکه دارم میدم به حرف از میزنه که درگیری با دیگری یا دیگران یا درگیری با خودم هستش که به دنبال راه حلی هستم. خب در دامنه چالش شما این هستش که متحد باشیم و بسازیم و درست بسازیم و مستحکم بسازیم و اینکه در چیزی که کمکتون میکنه عزیزان دل، یکی درخشش شما هست، تکامل شما هست، اینکه دور و برتون افرادی هستن که میتونن کمکتون کنن و همچنین میتونم بهتون بگم دوستان کائنات حرف از کائنات هم میزنن برای ما که دور و بر ما هستن و افرادی که میتونن کائنات هم هستن که خودشون میتونن کمکتون کنن دوستان. خب بین الملل هم میزنن برای من اینجا. خب به چه سمتی میرین دوستان عزیز؟ توجه کنین زندگیتون رو دستتون میگیرین و حس توانایی میکنین. توانایی اون رو دارم که چیز رو که شروع کردم بتونم به پایان برسونم و همه ابزارهای مهم رو در دست دارم. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر است در کارت‌های احساسی. دو تا کارت از فرشتگان عشق براتون میکشم عزیزان. اوکی ببینیم. و یک سری هستش ببینیم، میگه که وابستگی هایی که وجود داره در دامنه احساسیتون که باعث یک سری از دلسردی ها شده. حالا هم وابستگی هستش و هم دلسردی هستش. حرف از ازدواج میزنه دوستان. حالا شما عزیزی که در یک رابطه خیلی مستحکمی بودین و دلسرد هستین و اینکه هنوز وابستگی هایی براتون باقی مانده و یا اینکه برای که احساس میکنین که اون شخص باهاش یک رابطه روحی عمیق دارین، یا اینکه دوستان توجه کنین ممکن هستش که عزیزانی باشین که دلسرد هستین از شخص احساسیتون، چون اون شخص کارهایی که باید نمیکنه برای شما چون در یک رابطه دیگه ای وجود داره. خب بریم ببینیم که قطب مؤنث و نه جنس مؤنث منظور خانم ها نیستن. من هزاران بار گفتم ولی باز هم تکرار میکنم چون میدونم که مثلا برای من نوشتن چرا قد به آقایون من توهین میکنم. من هرگز به آقایون توهین نمیکنم، من به قطب مذکر عشق کش توهین میکنم، به قطب مذکر زندگی کش توهین میکنم. من به آقایون هرگز توهین نمیکنم و همچنان اجازه به خودم نمیدم. خب بریم ببینیم که قطب مؤنث شما دوست عزیزی که معمولا این فال رو نگاه میکنین هستین. ببینین شخصی هستش که کیمیاگر زندگیش هست و اینکه میگه که آنچه را که بخوام به سمت خودم جذب میکنم. آرام هست و اینکه میگه که من آرام هستم و آرام باقی خواهم ماند و اینکه من متصل هستم به تو و همه لحظه تو رو فکر میکنم. بسیار خوب، قطب مؤنث روی خودش کار میکنه، شاید کسی رو در سر داره، در نظر داره و به اون شخص هم فکر میکنه، ولی اول بر روی خودش و بر روی اون حس حال درونی خودش متمرکز هست و خودش رو درمان میکنه. خب بریم قطب مذکر و نه جنس مذکر منظور آقایون نیستن. من نمیدونم چرا همه دوست دارن قطب مذکر بشن در حالی که قطب مذکر خونخوار هست، قطب مذکر بد جنس هست، قطب مذکر آدمکش هست. من نمیدونم چرا همه دوست دارن قطب مذکر باشن. اونایی که نیستن به خاطر که قطب‌های مذکر اصلاح شده هستن دوستان. خب بریم ببینیم که و همیشه درجاتی داره
در قطب مزکر. حتما همه به یک درجه نیستن، یک درجه از اون اسفل و سافلین هست تا اینکه میرسه بهتر و بهتر و بهتر. خب ببین قطب مزکر میگه که من اعتماد دارم به لطف تو به خودم و اینکه من به خودم افتخار میکنم. خب کاتب بعدی میگه که من تحت تاثیر این شخص هستم و اینکه هرگز یاد نگرفتم که خودم رو تایید و تاکید کنم. خب اینم بنده خدا همیشه یک جاروبرقی آدمای منفیه. خب و اینکه میگه که من میخوام برات پیامی بفرستم و خیلی دوست دارم که با تو صحبت کنم. اون که قطب مذکر انرژی های خوبش بهتر از انرژی بدش بود، خب دیگه اگر که تحت تاثیر دیگران نباشه و نفوذ دیگران نباشه که قطب مذکر دیگه بهش نمیگن که دیگه اون دیگه میشه اصلاح شده. حالا که دوتا کارت خوب داشت اینقدر دیگه امشب دیگه سنگ بارونش نمی کنم. خب بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی هستین، شخص مورد نظر شما در گذشته احساسی شما چی پیامی براتون داره؟ من آماده نیستم، من آماده هنوز آماده نیستم که یک قدم به سمت تو بیام. هنوز چیزهایی رو باید انجام بدم، کارهایی رو دارم که باید به انجام برسونم و اینکه آسان نیست برای من. من به سمت تو حرکت میکنم یواش یواش. اوکی، هر موقع خواستی. و بریم ببینیم که عزیزان از دست رفته چه پیامی دارن. عزیزان از دست رفته میگن همه چیز خوب هست. بچه اول پیام عزیزان از دست رفته رو خوندم. خب حتما حکمتی توش هست. خب همه چیز خوب هست. حتی اگر که من این زندگی دنیاوی رو ترک کردم و به سرعت بود، میخواستم بهت بگم که من اصلا زجر نکشیدم و هیچ چیزی و هیچ حس بدی نداشتم، فقط مثل یک سریجه بود. حالم خوبه، مطمئن باش. حالا باید یک کار دیگه انجام بدیم بدون اینکه اون چیزهایی رو که با هم زندگی کردیم فراموش کنیم. خب بریم ببینیم عزیز روی همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. بریم ببینیم فرشتگان مقرب براتون چه پیامی دارن. دوستان دو تا کارت افتاد. خب من میذارم اشتین سر جاش. من فقط یک کارت میخوام. ببین چی کار میکنم. اپ 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 اپ. مثل که فرشتگان مقرب میخوام زیاد حرف بزنن. اوکی. تو باید کاری انجام بدی و دخالتی کنی. من واقعا در کنار تو هستم که کمکت کنم، اما برای اون اول تو باید همکاری کنی. چی میگی اگر که تو به صورت واقعی دست به عمل بزنی برای اینکه این مسائلی که دور و برت هستن سری و سر جلو برن؟ من نمیتونم جای تو کارهایی رو انجام بدم، اما اگر تو الان کاری کنی نتیجه اون رو خواهی دید. من میتونم کمکت کنم که معجزه‌ای به وجود بیاد. خب عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.